پولتون داره توی بانک خاک میخوره، نمیدونید باش چیکار بکنید، وقت و حوصله ندارید که بورس و سرمایه گذاری رو یاد بگیرید، پس این ویدیو برای شماست. توی این ویدیو میخوایم بهتون معرفی کنیم چند تا پوزیشن خیلی خیلی ساده رو که شما براش فقط چند دقیقه در سال وقت بذارید، بخرید، بذارید کنار. همراه ما باشید. مارکت نیو دیل یه دلیل دیگه که ما خیلی علاقه مندیم. کارم سلام بچه ها، خیلی ممنون که ویدیوهای ما رو به نگاه میکنید بهشون و همیشه از ما حمایت کردید با زدن دکمه لایک و سابسکرایب روی ویدیوهای ما. توی این ویدیو برای شما که سرتون شلوغه، وقت ندارید، نمیتونید یاد بگیرید بورس رو، نمیخواید یاد بگیرید، هزار تا مشغله کار زندگی دیگه دارید، میخوایم 4-5 تا پوزیشن خیلی ساده معرفی بکنیم که شما اول سال، اصلا کسی هم نمیخواد ماه به ماه بره، اول سال برید توی اون حساب بروکری خودتون بخریدش، بذاریدش کنار، دست بهش نزنید، دوباره سال بعد بیاید دوباره یه ذره دیگه بخرید، 5 سال 10 سال این کار انجام بدید و بعد به طور متوسط سود میانگین 10% 8-9% در سال رو بعد از 10 سال جمع بکنید. خیلی از بچه ها میگن پولمونو بدیم به یونیک فایننس، پولمونو بدیم به این میوچوال فاند منیجر، من نمیتونم، حالشو ندارم، من میوازم، من نمیتونم خودمو کنترل کنم، من هزار تا کار زندگی دیگه دارم، برای چی هم میخوام برم بورس بدم، بورس خطرناکه، اینا میوچوال فاند منیجرا، یونیک فایننس با تجربه این کارن، استاد این کارن، بدین دست استاد، عیب نداره اونا یه حق مدیریت خودشون برمیدارن، اشکال نداره نوش جونشون. حالا که یونیک فایننس رو که یه ویدیو داریم همینجا میذارم براتون که بگید طرف یونیک فایننس نرید. ثانیه میوچوال فاند منیجرا هم حق مدیریت هم میدارن، در نهایت 3% 4% ماکسیمم در سال دست شما رو میگیره. با این روش پولتون رو دست خودتون نگه میدارید، دست هیچ کس نمیدید، هر موقع بخواید پولتون رو میتونید بکشید بیرون، در سال شاید چند دقیقه هم بیشتر وقت نذارید دیگه، هم هیچ کار نمیتون انجام بدید. خب بریم پوزیشن ها رو معرفی کنم بهتون. مواردی رو که میخوام بهتون معرفی کنم همشون ایندکس فاند هستن. ایندکس فاند شاید این طرف اون طرف هم شنیده باشید، بی خطرترین، سیف ترین و ساده ترین گزینه هایی هستش که میتونید بخرید و هیچ وقت هم هیچ کاری بهش نداشته باشید، بالا پایینش هم نمیخواد بکنید، دستکارش هم نمیخواد بکنید، بذارید خودش باشه اونجا. تاریخ نشون داده، تجربه نشون داده که US ایندکس فاندا، یعنی ایندکس فاندایی که شاخصای آمریکا رو، بورس آمریکا رو دنبال میکنن، از سال 1930 خورده ای به این طرف به طور میانگین سالی 8-9-10% برگردوندن، که همین برای کسی که وقت نداره به خیلی خیلی بهتر از میوچوال فاند 3% و یونیک فایننس که خدا میدونه اصلا قضیه چی هستش، اونطور دست خودتون میمونه. ایندکس فاند چه دوستان؟ یه سری صندوقای ذخیره هستن که میان، صندوق های مالی هستن یا فاند های مالی هستن، مؤسسات مالی که میان عملکرد شاخص رو دنبال میکنن. مثلا شاخص آمریکا چیه؟ کل شرکت های آمریکا رو جمع بکنین، یه میانگین وزنی بگیریم چه شاخص بورس آمریکا. یه سری در حقیقت مؤسسات مالی هستن که یه سری فاندای دارن، این فاندا میان دنبال میکنن حرکات اونا، اگه شاخص بره پایین اونا میان پایین، شاخص بره بالا اونا میره بالا، ولی شاخص آمریکا همیشه رفته بالا، حتی اگر افتاده پایین تو سال 2000-2001 که خوب آفود افتاد پایین، 2007-2008 که خوب آفود افتاد که بحران مالی بود افتاد پایین، تو این کرونا که اومد افتاد پایین دوباره در یه ماه 70% ریکاور کرد، بازم میاد بالا و ریکاور میکنه و میره بالا و بالا و بالاتر، در نهایت در این مدت دیدتون بلند مدت باشه، اگه واقعا کی میخواد برای پسنداز سرمایه گذاری بازنشستگی یا حتی پسنداز 10 ساله 20 ساله برای بچه مثلا سرمایه گذاری بکنه، بهترین کار سرمایه گذاری در ایندکس فاند، هیچ خطری هم نداره. چرا؟ یه خطر داره، بذار همینجا بگم خطرش چیه. خطرش اینه که آمریکا اقتصادش سقوط بکنه، تنها ریسکش همینه، اگر اقتصاد آمریکا سقوط بکنه اون ایندکس فاند هم سقوط میکنه، اگر اقتصاد آمریکا سقوط کنه خیلی چیز دیگه هم سقوط میکنه دوستان، پس نگران اون نباشید. همینجا بگم دیسکلیمر، این چیزی که من میگم بخرید نظر شخصی منه، خودم میخرم برای اینکه بعدا برای من شر نشه این قضیه، البته اگه کسی بخره هیچ وقت ضرر نمیکنه، ولی بعدا نرید بر علیه من استفاده کنید، سوء کنید منو ها. این نظر شخصی خودمه، من اعتقاد دارم که این بهترین چیز برای خریدنه. شما میتونید مایل استفاده کنید، مایل استفاده نکنید. ایندکس فاند اول ونگارد 500 هستش. ونگارد 500 ایندکس از یکی از قدیمی ترین ایندکس فاندا هستش. اگر سرچ بکنید توی حساب بروکری خودتون باید سرچ کنید وی مثل ویکتور، F مثل فلاور، INX، VFINX. ایندکس فاند دوم V ویکتور TSMX هست.
نمیتونید قشنگ سرچ کنید پیداش بکنید. این ونگارد توتال استاک مارکته که کل استاک مارکت یعنی که 500 نیست. 500 اولی برای 500 شرکت برتر آمریکا بود که S&P 500 شاخص S&P 500 رو دنبال می‌کرد. این برای کل استاک مارکته. ونگارد دوستان اینا و صندوق‌های اعتباری ونگارد چیزی هستن که از سال 1970 خورده ای تأسیس شدن. خیلی باسابقه و خیلی باقدمته. از اون فاندای الکی نیستش که نمی‌بخنه گرام باشه که اتفاق براش میفته. ایندکس فاند بعدی FXAIX این Fidelity 500 ایندکس هستش. این هم از اون ایندکس فاندهای خیلی قدیمیه. همین ستا رو داشته باشید، همین ستا کافیه. سرچش بکنید. یه دونه هم که قبلا بهتون گفته بودم که SPY، این SPY بود. برای چه من دارم خلاصه ها رو بهتون میگم؟ برای که اینا عملیه، یعنی چیزی که داریم بالا مینویسیم براتون کافیه برید توی حساب بروکری خودتون بزنید پیداشو کردید. یعنی میخوام بگم که چقدر طول میکشه، میخوام با هم عملی صحبت بکنم. اینو سرچ میکنید، حساب بروکرتون رو باز میکنید، لاگین میکنید 30 ثانیه، بعد میرید اینا رو سرچ میکنید 10 ثانیه میاد قیمت رو چک میکنید، دکمه اول ژانویه که حالا تعطیله، دوم ژانویه هر سال دکمه بای رو میزنید، هر چند تا که میخواید بخرید، 100 تا 50 تا 200 تا هر سال میخواید هر چقدر که بخرید دکمه بای رو میزنید، اونم 5 ثانیه 10 ثانیه در کل این میشه 5 دقیقه. لاگ اوت میکنید میاید بیرون، دیگه دستم بهش نمیزنید، میرید سال بعد، سال بعد دوباره میگی خودت میخری، سال بعدش دوباره میگی خودت میخری. کافی از هر کدوم از اینا، هر کدومی خواسته، اگه خواستید S&P 500 رو دنبال بکنید میتونید اون رو دنبال بکنید، اگه خواستید کل اقتصاد آمریکا رو دنبال بکنید میتونید اونی که داخل استاک مارکت که بهتون گفتم دنبال بکنید، اگه خواستید فیدلیتی رو دنبال بکنید به ونگارد اعتماد نداری میتونید فیدلیتی رو دنبال بکنید، اگه خواستید SPY رو بخرید میتونید اون SPY که بهتون گفتم رو بخرید، میتونید اینا رو ترکیب بکنید، هر چیزی عشقتون کشید میتونید عمل بکنید. حالا اگه ممکنه بگی بگه من اصلا حساب بروکری بلد نیستم باز کنم، حساب چی این حرفا، ما بهتون کمک میکنیم به طور کاملا رایگان. کسایی که بلد هستن حساب بروکری باز بکنن زیر همین ویدیو کامنت بذارن، ایمیل یه چیزی بنویسن بگن آقا به ما کمک کن، ما باشون تماس میگیریم، بهشون ایمیل میزنیم، بهشون به طور کامل با بروکر دلخواه خودتون، یه دفعه نکنم مثلا بروکر خودم میخوام معرفی کنم، اولا که بروکر ندارم، ثانیا بروکر دلخواه خودتون توی اون کشوری که توش هستین، اون بانک دلخواه خودتون هستن، یه بانکی رو انتخاب میکنیم که حساب سرمایه گذاری داره باز میکنه براتون، کمکتون میکنه حساب سرمایه گذاری باز کنید به طور کاملا رایگان. حساب سرمایه گذاری باز کردید، بدون اینکه بهتون گفتم هر سال اول سال بخرید، نه معلوماتی میخواد نه دانشی میخواد، فقط کافیه اقتصاد آمریکا اعتماد بکنید که ببینید که مثلا در دراز مدت بهش اعتماد بکنید، پولتون هم دست خودتون میمونه. برای کسی که نمیخواد وقت بذاره، سرش هم شلوغه، نمیخواد وارد پیچیدگی های استاک مارکت بشه، اینایی که بهتون گفتم ایندکس فاند یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری بلند مدت با سود خیلی خوب 8 9 10 درصد در ساله. چون مسکن که ما ثابت کردیم 5 6 درصد، اگه حالا اکویتی در نظر نگیرید، ثابت کردیم که میوچوال فاند که 3 4 درصده. مثل شرکت های دیگه هم که میان پول شما رو از شما میگیرن و میگن پول بعد یه مدت بخوابه و بعد از یه مدت اصلا معلوم سازوکارشون چی، آدم نمیشه احتمال که همش باید ترس و دلخوره و استراب داشته باشی. همه این کار رو بذارید کنار، یونیک فایننس مونانس رو بذارید کنار، پولتون دست خودتون نگه دارید، نمیخواد پولتون بخوابه هیچ جایی، هر زمان که خواسته ببینید شما اینو هر موقع که بخواید میتونید برگردید برید بفروشید پولتون رو بکشید بیرون. ما توصیه نمیکنیم، البته توصیه میکنم که همچین دیدی بلند مدت داشته باشید، با ترس نرید، حالا یه خورده مارکت افتاد پایین نرید زود بفروشید پولتون رو بکشید بیرون، صبر بکنید پولتون رو نگه دارید، بذارید به اقتصاد آمریکا اعتماد بکنید، بذارید 5 سال 10 سال که اون ریترن مورد علاقه خودتون، بازگشت مالی رو که مورد علاقه خودتون هست که هم 8 9 10 درصد هست رو بهتون برگردونه. خب خیلی ممنون که به ویدیو ما دقت کردید، تماشا کردید، دکمه لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید، از ما سپورت حمایت بکنید اینجوری، بعدش هم اگر کامنتی میخواید بذارید پای این ویدیو بذارید، ایمیل و یه چیزی بذارید که ما بتونیم کمکتون کنیم که حساب سرمایه گذاری باز کنید توی هر کشوری که هستید و ان شاء الله سرمایه گذاری رو شروع کنید بدون اینکه به کسی پول بدید. روز شبتون خوش باشه.